وضعیت کشور در انتخابات ریاست جمهوری را دیدیم. دیدیم که با جمهوریت آن رکن رکین شعار اصلی پیروزی انقلاب چه کردند. به خودی ترین خودی ها هم رحم نکردند. نتیجه چه شد؟ مشارکت 73% مردم در انتخابات 96 به 48% امسال رسید. فرد برنده منتخب 62% آراست. یعنی چه؟ یعنی نماینده تنها 18 میلیون واجد شرایط رأی دادن از میان 59 میلیون واجد شرایط رأی دادن است. یعنی فقط 30%. همین را به کل ایرانیان تأمین بدهیم، انگار از 83 میلیون ایرانی تنها 25 میلیون ایرانی رئیس جمهور منتخب را قبول دارند. فاجعه است. آن هم در انتخاباتی که از لاریجانی تا تاجزاده رد صلاحیت شده بودند. اینها نتیجه چیست؟ مقصر اول و آخر این وضعیت کشور نظارت استصوابی است. صالح‌ترین ایرانیان را از حضور در مدارج قانونگذاری و مدیریتی منع کردند. عده دیگری برای فرزندان متخصص و سالم و پاک دست ایران زمین پرونده سازی کردند. احزاب قانونی مملکت را بستند. چه شد؟ پاسخ مردم در 92 و 96 نتیجه آن محدودیت ها بود، اما آنقدر این شکست ها زخمیشان کرد تا مجلس مثلا انقلابی به ملت تحمیل کردند. اما کاش انقلابی بودند. گفتند می روند در مجلس و به طرح شفافیت آراء نمایندگان رأی می دهند. چه شد؟ از اول هم معلوم بود صادق نیستند. بعدش رفتن سراغ قیرپاشی رایگان. گفتن دولت بی عرضه است که مسکن نمی سازد. حالا رئیسشان گفته وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. از نقدینگی می نالند، حالان که نایب رئیس مجلسشان متهم اول تولید نقدینگی در دولت تراز و مهرورزشان بود. از نقدینگی میلانند، اما در بودجه 1400 که کسری قطعاً قابل توجهی خواهد داشت بندها گذاشتند که مثلا در یک بند برای فرزند سوم به بعد تسهیلات بیشتری پرداخت شود. بعد رفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را تصویب کردند تا روحانی نتواند برجام را احیا کند. حالا همانها که پرچم آمریکا را در مجلس آتش می‌زدند می‌گویند ما به برجام متعهدیم. بسم الله. با دولت جدید بروید ببینیم بدون برجام و با FATF چه می‌خواهید بکنید. از کجا برای بودجه‌هایتان منابع جور می‌کنید؟ دست به یکی کردن نانوشته تندروهای داخلی با ترامپ، آن جنسومه ظلم با کم عملی دولت اعتدال کاری کرد که شرایط اقتصادی و معیشت مردم به بحرانی ترین وضع ممکن برسد. بروید ببینیم از پس تأمین مایحتاج مملکت برمی آید. کرونا همچنان جانها می گیرد و ایمنسازی جمعیت کشور به دلیل نبودن واکسن به کندی در حال انجام است. خوزستان بی آب مانده، خواجه در بند نقش ایوان است. دولت ناتوان است. مجلسی که اینقدر ادعا می کرد کجاست؟ کیفیت آب در آن منطقه تأسف آور است و بر اساس آنچه در ویدیوها می بینیم غیر قابل استفاده. مجلس نشینان به فکر بستن شیر فلکه اینترنت افتاده اند. کاری جز بستن از ایشان برمی آید؟ الگویشان کجاست؟ چین کمونیست که هویت از ماو می گیرد و روسیه پوتین که تنه به تنه تزار می زند. اینها را کنار هم بگذارید. این بیکفایتی گسترده
بیمدیریتی در سراسر کشور و نارضایتی حاصل از آن کاهش شدید مشارکت در دو انتخابات اخیر و اعتراضات 4 سال گذشته بیش از گذشته عیان کرده که بخش زیاد و معناداری در جامعه با روی کرد فعلی هم نوا نیستند. این یعنی بخش زیادی از جامعه از روی کردهای اصولگرایانه و اصلاح طلبانه عبور کرده. خب تصمیم گیران میخواهند چون همیشه پنبه در گوش کنند، نمیخواهند صدای این مردم را بشنوند. تا کی؟ تا کی این بخش از مردم که از اصولگرایان خوششان نمیآید گاهی به اصلاح طلبان اعتماد کرده اند تا گرهی از کار باز شود، اما باز هم مایوس شدند؟ چرا؟ چون هرگاه اصلاح طلبان روی کار می آیند، اصولگرایان درها را قفل می کنند. آنها که در نهادهای غیر انتخابی نشستند، به هیچ کس و هیچ جا پاسخ نمی دهند، همانها آنقدر چوب لای چرخ می گذارند تا این طیف سیاسی نتواند از پیش کاری را ببرد. اما این تنها یک نتیجه داشت، آن هم این که بخش وسیعی از مردم، اصولگرایان و بخشی از اصلاح طلبان را شریک وضع موجود می دانند. حالا اصولگرایان با دوپینگ فراوان 100% قدرت را در دست دارند، اما فکر نکنند همیشه در بر این لولای دوپینگ می چرخد. با فوریت فکری بکنند، مردم را دریابند و ایران را از بحران نجات دهند.